آموزش در فضای باز در ولایت دورافتاده دایکندی. 376 مکتب در این ولایت وجود دارد، اما 200 مکتب تعمیر ندارد و هزاران دانش آموز در فضای باز درس می خوانند. زیر سایه درختان یا هم کنار سایه دیوار. نه فرش داریم، نه سینف خوب داریم، نه اصلا سطح میر خوب داریم که بشینیم یک خوب درس بخونیم. نبود کتاب های درسی کودکان زیادی را به یادداشت برداری کشانده. انبار کتاب های ارسال شده از کابل در مرکز ولایت است، اما کسی نیست آن را به مکاتب انتقال دهد. نبود بودجه انتقال کتاب های زیادی را زیر خاک برده و دانش آموزان را از کتاب های رایگان درسی محروم کرده. دایکندی که در مرکز کشور قرار دارد شاید فقیرترین ولایت است. مردم کوکنار نمی کارند و کار دیگر هم وجود ندارد. کشاورزی منبع اصلی درآمد هم رونق ندارد. به دیدن خانواده می روم که به تازگی یک عضوش را از دست داده، چون مراکز انگشت شمار صحی دور است و جاده ناهموار. اپندیکس قابل علاج است، میشه که او را علاج کرد، ولی متاسفانه بر اساس همکاری کمتر که در منطقه صورت گرفته ولسوالی خدیر، بر حال باعث از این شد که دیر بمانه و وقتی که انتقال دادن برای از یک بیا در ولایت تداوی شد، خب متاسفانه رسیده به ولایت تایی که خواستیم داخل شفاخانه شد فوت کردن. در کل ولایت 500 هزار نفری تنها 36 مرکز صحی فعال است، اما حتی یک متخصص زنانه هم نیست. این شفاخانه ولایتی دایکندی است، مرکزی که برای بیشتر باشندگان این ولایت خدمات صحی عرضه می کند. دکتران معزف در این شفاخانه می گویند واقعات رخ می دهد که مردم به دلیل فقر اقتصادی، نبود ترانسپورت منظم و نبود جاده های اسفالت شده، مریضانشان را تا رسیدن به این مرکز از دست می دهند. از بازسازی هم در این ولایت عقب مانده تنها یک نام است. نتوانسته تغییری در زندگی مردم بیاورد. حتی یک سانتی متر سرک آسفالت وجود ندارد. من از بامیان تا دایکندی 15 ساعت با موتر سفر کردم. کمتر از 400 کیلومتر. اینجا نه سرک داری نه دیگر داری، اینجا لبی سرک هستی، خواگ خکشه و هیت گزاران از موید نمشه. نه کار داری نه هیچ چیز نداری. بودجه توسعه ولایت پارسال کمتر از 20 میلیون دلار بود. آب را از آب تکان نداده. امسال اما هیچ بودجه توسعه‌ای ندارد. از یک طرف فقر است که مردم با غذای متمم دسترسی نداره. از جانب دیگر مراکز صحی ما اول کم است. 36 مرکز صحی ما داریم که به تناسب جغرافیایی در شهرگزار و خشین از محیط بسیار محدود است. حتی خانم‌ها 400 500 پیاده میره تا یک مرکز صحی برسه. مردم از آنچه بیمهری دولت به ولایت خود میخوانند بارها اعتراض کرده اند. اعتراض هایی که تا کنون بی پاسخ مانده. نصیر بهزاد، BBC.